سلام و شب بخیر به شما بینندگان عزیز، در خدمت شما هستیم با اخبار شیعه در افق پانوراما. مارتین گریفیتس، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه، با اشاره به مرگ و ویرانی در غزه گفت جنگ در غزه به نقطه عطف وحشتناکی رسیده و مدت‌ها پیش باید متوقف می‌شد. او ضمن هشدار به اینکه مرگ، ویرانی و اکنون چشم‌انداز فوری یک قحطی شرم‌آور ناشی از جنگ ساکنان غزه را در خود فرو برده، افزود برای کسانی نیز که تحت تأثیر وحشت ماندگار حملات 7 اکتبر قرار گرفتند، 6 ماه گذشته اندوه و عذاب بوده است. او ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های کشته شدگان، زخمی‌ها و گروگان‌ها بر ضرورت یک اراده و عزم جمعی برای رسیدگی به این خیانت به بشریت تأکید کرد و با اشاره به اینکه به باور او و بسیاری این جنگ باید مدت‌ها پیش تمام می‌شد تصریح کرد در غزه هیچ کس در امنیت قرار ندارد، هیچ جای امنی برای ساکنان غزه وجود ندارد و عملیات امداد رسانی به آنها به وسیله بمباران‌ها همچنان رو به تضعیف است. سازمان بهداشت جهانی طی بیانیه‌ای اظهار داشت یمن با بحران بهداشتی روبروست، زیرا میلیون ها نفر به مراقبت های ضروری بهداشتی دسترسی ندارند. این سازمان روز گذشته اعلام کرد در درگیری های مسلحانه طولانی مدت یمن، سیستم بهداشتی این کشور به شدت فلج شده و 17 میلیون و 800 هزار نفر در این کشور به کمک های بهداشتی نیاز دارند. آرتورو پسیان، نماینده سازمان جهانی بهداشت در یمن، گفت چالش هایی که مردم یمن با آنها روبرو هستند قابل توصیف نیستند. کودکانی که به بخش های تغذیه ارجاع می شوند تنها به دلیل گرسنگی طولانی مدت در آنجا بستری می شوند. قابل ذکر است بر اساس داده های اخیر سازمان جهانی بهداشت، زنان 24% از 8.7 میلیون نفری را تشکیل می دهند که به کمک های بهداشتی نیاز دارند. در همین حال درصد بیشتری، یعنی 50% را کودکان تشکیل می دهند که بیش از 500 هزار کودک می باشد. چین و هند تنش تازه‌ای بر سر تغییر نام مناطق مرزی در منطقه مورد مناقشه پیدا کردند. تصمیم اخیر چین به تغییر نام چند منطقه در ایالت مورد مناقشه آروناچال پرادش در شمال شرق هند واکنش رسانه‌های هندی را به دنبال داشته است. گفتنی است این ایالت در حال حاضر در سیطره هند است، ولی چین دارد بیش از گذشته بر ادعای مالکیت خود پافشاری می‌کند. شماری از این رسانه‌ها از تفکرات تدافعی دولت هند انتقاد کرده‌اند و دیگران خواستار بی‌توجهی به این تحریکات چین شدند. از سوی دیگر چین همیشه گفته است که مالکیت هند بر این ایالت را هرگز به رسمیت نشناخته است. نزدیک به 7 سال پس از آنکه ارتش میانمار هزاران مسلمان روهینگیا را قتل عام کرد، اکنون از آنها برای جنگ با مخالفان مسلح درخواست کمک کرده است. سازمان ملل متحد کشتار مسلمانان روهینگیا را یک پاکسازی قومی خوانده بود. طی گزارش‌های محلی، مسلمانان روهینگیای ساکن در ایالت راخین در هفته‌های اخیر برای حضور در جنگ سرباز ارتش میانمار شدند. بر اساس این گزارش، افسران ارتش میانمار به اردوگاه‌های روهینگیا رفته و در آنجا به مردان جوان دستور می‌دهند تا برای آموزش نظامی به ارتش ملحق شوند. گفتنی سرتش میانمار در هفته‌های اخیر متحمل شکست‌های خسارتبار قابل توجهی از نیروهای مخالف نظامیان در نقاط مختلف این کشور شده و روز شنبه کنترل میوادی، شهری در مرز شرقی با تایلند را از دست داد.
مدیر کل پلیس نروژ به دلیل تهدیدات علیه جامعه مسلمانان و جشن مذهبی عید فطر در هفته آینده تصمیم گرفته است از امروز پلیس را در سطح ملی مسلح کند. گفتنی است پلیس در نروژ مانند سایر کشورهای اسکاندیناوی عموماً اسلحه حمل نمی کند. اما روز شنبه در بیانیه‌ای که توسط مدیر کل پلیس منتشر شد، این ارگان تصمیم گرفته است از امروز پلیس را در سطح ملی مسلح کند. در همین راستا روور هانسن سخنگوی پلیس گفت مساجد در این کشور تهدید شدند. شنیده ذکر است پلیس نروژ قبلا اجازه حمل سلاح در دوره عید پاک از 27 مارس تا 2 آوریل را داشت. مؤسسه نیکوکاری فرهنگی مصباح حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا برای ششمین سال متوالی اقدام به تهیه و توزیع 100,000 وعده غذایی در ماه مبارک رمضان نمود و اکنون این اقدام نیکوکارانه که طرح سبد رمضانی مصباح نام داشته پایان یافته است. گفتنی است این مؤسسه نیکوکاری فرهنگی با همکاری مؤسسه IHC در لندن و مجمع رسانه امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا در راستای عمل به توصیه های مرجع عالی‌قدر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی اقدام به توزیع 100,000 وعده غذایی در بین خانواده های ایتام و نیازمند استانها و شهرهای مختلف کشور عراق از بصره تا موصل نمود. به گفته حسین عادلی مدیر روابط عمومی مؤسسه مصباح حسین علیه السلام، سبدهای غذایی ماه رمضان امسال شامل 13 قلم از بهترین و با کیفیت ترین انواع مواد غذایی بود که در اختیار خانواده های ایتام و نیازمند قرار گرفت. یک گروه مسلمان در مرکز ژاپن به قربانیان زلزله 6.7 ریشتری که در شبه جزیره نوتو رخ داد غذای کاری هدیه می‌دهد تا لبخند را بر لبان آسیب دیدگان این فاجعه بنشانند. مازن سلیم رئیس مرکز مسلمانان تویاما به همراه دیگر اعضای گروه خود چندین ساعت از تویاما به سوزو، یکی از مناطقی که در زلزله ژانویه بیشترین آسیب را دیده است، رانندگی می کنند تا برای بسیاری از مهاجران محلی که خانه و عزیزان خود را از دست داده اند غذای محلی کاری و سایر اقلام غذایی را همراه با مایحتاج روزانه به آنها برسانند. گفتنی است این اولین بار نیست که سلیم و تیمش به مناطق آسیب دیده برای ارائه کمک به قربانیان سفر می کند. شاین ذکر است از زمانی که مرکز مسلمانان تویاما حدود یک دهه پیش تأسیس شد، اعضای آن به همه جاهایی در ژاپن که در آن بلایای طبیعی بزرگی روی داده است سفر کردند. در پی انفجار موتورسیکلت بمب‌گذار شده در ایالت بلوچستان پاکستان، دو نفر جان خود را از دست داده و 5 تن نیز مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از شبکه‌های خبری پاکستان، این انفجار در منطقه خوزدار واقع در ایالت بلوچستان به وقوع پیوست که در نتیجه آن 3 نفر از جمله 1 زن و 1 نیروی پلیس کشته شدند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت انفجار در بلوچستان پاکستان را بر عهده نگرفته است. وزیر کشور پاکستان در پیامی انفجار تروریستی در ایالت بلوچستان را محکوم کرد. صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف روز گذشته اعلام کرد در 3 ماه گذشته حداقل 60 نفر در سومالی بر اثر وبا جان خود را از دست دادند که نشان دهنده شدت شیوع این بیماری است. این صندوق در ادامه گفت در 3 ماه گذشته افزایش قابل توجهی در موارد ابتلا به وبا وجود داشته است و در مجموع 4956 مورد جدید با 60 مورد مرگ و میر گزارش شده است.
بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، تعداد موارد گزارش شده در سال جاری 3 برابر بیشتر از میانگین گزارش شده در مدت مشابه طی 3 سال گذشته است. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، حدود 2940 مورد ابتلا، یعنی 59% کودکان زیر 5 سال بودند که نشان دهنده افزایش خطری است که این گروه سنی با آن مواجه است. در پایان گفتنی است شیوع مداوم وبا در سومالی عمدتاً به دلیل عدم دسترسی مردم به آب سالم و امکانات بهداشتی ناکافی نسبت داده می شود. تغییرات آب و هوایی در حال حاضر بر آموزش کودکان در سراسر جهان تأثیر منفی گذاشته است. در مقاله‌ای که اخیراً در نیتور کلایمت چنج منتشر شده است، نشان می‌دهد تغییرات آب و هوا یا استرس‌های اقلیمی با نتایج آموزش ارتباط دارند. گفتنی است یکی از واضح‌ترین ارتباط‌ها قرار گرفتن در معرض گرما و کاهش عملکرد تحصیلی می‌باشد. به عنوان مثال، یک مطالعه در ایالات متحده نشان داد که نمرات ریاضی نوجوانان در روزهای بالاتر از 26 درجه سانتیگراد به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد. همچنین در چین، دمای گرمتر روز آزمون با کاهش عملکرد امتحان همراه بود. گفتنی است بلایای منطقه‌ای مرتبط با آب و هوا مانند آتش سوزی، طوفان، خشکسالی و سیل نیز باعث می شود بسیاری از کودکان به طور کامل از مدرسه باز بمانند. اثرات بلایای آب و هوایی همچنین می تواند بر کودکان قبل از تولد تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، کودکانی که مادرانشان در طول طوفان سندی باردار شده اند بیشتر در معرض اختلال بیش فعالی ADHD هستند، وضعیتی که می‌تواند تحصیل در مدرسه را برایشان چالش برانگیزتر کند.